محرم تو در غم جانا غم خانه غم خانه غم خانه شوی غم خانه غم خانه شد محرم تو شد محرم تو در غم جانا غم خانه غم خانه غم خانه شوی غم خانه لبیک یا شاه حلقه چرا؟ ما طبق اعتقادات که داریم از بچگی تو گوشی ما اینا بوده، الان هم هست، تا وقتی هم که تموم بشه بامون هست. این همه اهل بیت چرا آقا اول فرد؟ میدونین مسئله یاری کردنه، مسئله اونه که اون لحظه یه نفر همیشه هست که از همه چیش میذارد برای اینکه سمبولشا، الگوشا یاری کنه. اول فرض این کارو کرد، دستاشو داد، یعنی بهترین چیزایی زندگیشا، بعدم جونشا برای الگوش، برای سمبولش آقاش امام حسین. امو عباس علمت کو اموی خوبم، امو عباس علمت کو اموی خوبم، امو عباس تو نرو تا که پا نکوبم، امو عباس تو نرو تا که پا نکوبم، امو عباس. ایام محرم روز عاشورا به خاطر شغلتون بیرون بودیم، چه کار کردی؟ نه نه نه، این ماشین نرز داره، هر سال به خاطر اول فرض یه گوسفند میکشیم، یه گوسفند میکشیم تا صبح عاشورا که کلن ماشین خوابیده، کار نیست، گوسفند میکشیم و بعد بین اونایی که واقعا نیازمندن، اونایی که واقعا طول سال ندارن یا هر پخش میکنیم. یعنی تو این دو روز به هیچ عنوان کار انجام به هیچ عنوانی ماشین خوابیده، مهمونی آقا اول فرض ما امام حسین. چقدر از زندگیتونو برای آقا عبدالفضل فدا میکنم؟ همه شا قربونشون برم، همه شا. خاطره ای دارید از آقا عبدالفضل پشت فرمون؟ بله بله، اتفاقا یه بار البته نه با این ماشین، با ماشینی دیگه، ولی خب به هر حال شغل خودم داشتم میرفتم، یه مقدار سرعت هم بالا بود، رسیدم به یه مانه، حالا چند تا ماشین، یه مانه بود، رفتم رو ترمز، هیچی ترمز نداشتم، فقط یادم از چه شما بستم، گفتم یا ابوالفضل، چه شما باز کردم رد شده بودم، من اینا کامل همیشه یادم. اگه الان میخوای برای آقا ابوالفضل سلامی بفرستین دور به دوربین، هر صحبتی یا سلامی داشتین قربونت برم آقا، کوچیک ترزونم که حرفی بزنم، فقط خواهشم ازت این است، بطلب ما را، بطلبیم کربلا. دل دارم تمنای کربلای حسین خدای من، تو در دل دارم تمنای کربلای حسین، نصیبم کن بوس بر حرم با صفای حسین. یه بار دیگه بگو. تو دل دارم آجا من جلوی ماشین نوشته بودین یا ابوالفضل، چرا؟ چون که ما فقط رفت آمدمون فقط برای ابوالفضل، یعنی اگه ابوالفضل نباشه نمیتونیم سالم برگردیم، یعنی نفس چه میکشی به نیت اول فرد میکشی. من فقط یه
هیچی هم، من یه کار دارم، من افتخار میکنم که برای آقا ابا عبدالله، برای ابوالفضل بتونم، اصلا خیلی خوشحالم که میتونم نامشونو بیارم، فقط نامشونو، افتخاری بزرگی. چه موقعی به یاد آقا ابوالفضل بودی؟ اگر اقرار نکنم همیشه، من همیشه، ولی اکثرا این یه چیزی طبیعیه. ما کلن وقتی که یه جای گیر میکنیم میگویم یا ابوالفضل. تا مشک تو تو آب زدی موجای دریا شد حروم تا رو به ساحل اومدی بغضی نشست تو یه گلو. واجه خواهد وقتی این ماشینی رو میبینین که اسم آقا ابوالفضل یا امام حسین داره، مخصوصا آقا ابوالفضل، وقت شما هم خب اسم یا ابوالفضل زدین، چه حسی پیدا میکنه؟ والا ببینید، میدونید مثل چی مونه؟ مثل اینه که مثلا شما توی شهر قربت باشی، از دور ببینید داداشه دارد میاد، چقدر خوشحال میشه، چه حسی به دست میده. اونم فکر میکنید داداشی خودده، وقتی میبینید نوشته است یا ابوالفضل، یا امام حسین، یا فاطمه زهرا، اون وقت خودده با اون یکی میدونی، وقت میدونی اونمو، اونم میگیم اونم منم، اونم داش منه، اونم وجود منه، چون اونم ابوالفضل در وجودشه و اونم آقا ابوالفضل افتخار بهش داده که بتونه نامش ببره. ببین خیلی مسئله مهمه که من بگم و شما بگی. خاطری تو ذهنتون دارید برام بگید؟ خیلی زیاد، خیلی زیاد خاطره هایی دارم که اگر بخوام بگم از اینجا تا ثریا باید برات تعریف کنم. از اینجا تا ثریا به خدمت شما عرض کنم که 2 سال پیش از سرخس بنده داشتم می اومدم، 40 کیلومتر از مشهد اومده بودم بیرون، فقط ابوالفضل، فقط ابوالفضل، یعنی لاستیکی جلو ماشینم با سرعت 110 کیلومتر ترکید، فقط همون ابوالفضل بود. حالا نمیدونم رحم به زن بچه‌م کرد، به من کرد، حالا دیگه خودش آقا بزرگ جواره میدونه، میدونه که چی چیه، آیا ظاهریه، آیا باطنیه. بله، با یه ابوالفضل گفتن این ماشین، البته اهل فن میفهمد من چی دارم میگم، اونی که شغلشه و اون که کارشه میدوند من چی دارم میگم. یه تریلی با 110 کیلومتر سرعت، 40 تن وزنشه، لاستیک به ترکه، وقتی این لاستیک به ترکه ماشین رو پا وایسه. من خیلی خاطره دارم، خیلی خاطره دارم، یعنی کلن از ائمه، از آقا ابا عبدالله، خیلی خیلی معجزه دیدم، خیلی چیزا که با چشا خودم دیدم، نقل قول نبوده. به خدمت شما عرض کنم که دقیقا نمیدونم 8 سال پیش بود یا 9 سال پیش، اون سال یادم است یه خانواده داشتن از اون طرف میمدن، بچه 3 ساله از دست مادر خودش کشید، وقتی ما ماشینا رو که توقف کرده بودیم آزاد کردیم، یا آقا پسری با سرعت حرکت کرد به این ماشین برخورد کرد، طوری که وقتی زد به این بچه، این بچه بلند شد، به خودی آقا ابا عبدالله قسم میخواد الان دارم میگم موها بدنم داره راد، بعد با سر اومد تو شیشه که موهاش تو شیشه گیر کرد، به معجز خود ابوالفضل، برادر بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله، این بچه بلند شد و فرار کرد. مادر که قش مرده بودم، پدر که از دست افتاد، که رسیدش و مرا نازی شد، رشته عمر مرا مهر تو حلازی شد. خیلی عزم، ببینید اون کسی که اعتقاد نداشته باشد، اون کسی که یه وقت خدای نکرده بخواد یه سر سوزن
تو دلش شک و تردید از این خانواده به خودش راه بده، اون به نظر من حالا درسته بنده خداست ولی اون انسان نیست. گر مهر علی در دل زانت نباشد نبود، از دوزخ سوزنده امانت نبود. اثنا عشری اگر نباشی به یقین، از دین محمدی نشانت نباشد. یا علی شاید بعضی وقتا در دل شب میگه حافظ قرآن بود امضای خونین حسین، حافظ قرآن بود امضای خونین حسین، این بود دین حسین، این بود دین حسین. تا جدا شد از بدن دست علمدار حسین، این بود دین حسین، این بود دین حسین. که در این سوختن بنهفت رازم، الا ای از غم تو سوز و سازم، که در این سوختن بنهفت رازم. فقط با تو دلم آرام گیرد، فقط با تو دلم آرام گیرد، به جز تو با کسی دیگر نسازم، به جز تو با کسی دیگر. به به به، فقط با تو دلم آرام گیرد، فقط با تو دلم آرام گیرد، به جز تو با کسی دیگر نسازم. سلام از دیو دوتین برا غرم فضل خست. آخ میدونید چند سال پیش بار عراق بردم به معجزه آقا ابوالفضل، 16 روز کربلا بوده و میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابوالفضل، السلام علیک یا علی ابن بی توی صاحب زمان، بیقرارم هر زمان، بی تو ای صاحب زمان، بیقرارم هر زمان، از غم هجر تو من دل خسته، همچو مرغی بال و پر به اشکسته.